لاله بازرگان، سلام میکنم به شما. شما خواهر یکی از اعدام شدگان و جانباختگان سال 67 هستید، بیژن بازرگان، و از شاکیان پرونده حمید نوری. اول من از یک نکته حاشیه‌ای شروع بکنم این گفتگو رو با شما. به نظر میرسه که یک مشکل و تقابل ایجاد شده است در دادگاه برای حضور شما در سالن اصلی. این رو شرح میدید که چه اتفاقی افتاده؟ بله، من به عنوان شاکی در این پرونده هستم، چون برادرم در سال 67 در اردشت اعدام شد و از لحاظ قانونی در قانون سوئد اجازه دارم که در سالن اصلی دادگاه به عنوان شاکی حضور داشته باشم. اما با کمال تعجب از اینکه اتفاقی افتاد در روز آخری که من اینجا بودم، که یک نفر به نام، حالا اسمش رو نمیبرم، ولی یک آقای خندی بلند، یعنی وقتی که داشتن کوریدور مرگ رو نشون میدادن، اون فیلمی که بچه های سازمان مجاهدین درست کرده بودن، آقای کنت لوئیس که وکیل مجاهدینه برگش گفتش که این نوری اینجا رو میشناسه، داره سر تکون میده. و من لبخند زدم، خب یه چیز بامزه بود، چون کنت لوئیس انگلیسی، لحجه انگلیسی سوئدی صحبت کردن، کلا یه چیز بامزه به نظر من اون طرز صحبت، و کلا طرز صحبت بامزه هم داره و این حرفش هم بامزه بود به نظر من. و آقایی که مجاهده شروع کرد به قهقه زدن، اصلا قهقههای غیر عادی میزد و منظور دیگه رو دنبال میکرد و من فقط لبخند زدم و من میخواستم بهش بگم نکن این کارو، بیرون کن، ولی گفتم حرف نزنم چون قاضی ممکنه منو بیرون کنه، چون من خیلی بده. بعد یک دفعه به من داد زد، گفت تو برو بیرون. و من اصلا متوجه نمیشدم که من نمیگه، باور نمیکردم من نمیگه. اصلا وقتی گفت لاله برو بیرون، من اصلا فلج شدم، اصلا خوشم از تو. بعد اصلا وقت تو صدا کرد نگهبان، صدا کرد گفتش که نگهبان علی بیا اینو بنداز بیرون. واقعا این رفتار خیلی زشتی با من کرد. و به هر صورت من اومدم بیرون، من اونجا دیگه اصلا از اون حالت فلجی در اومدم. واسه زحمت بسیار وسایل هم برشم خیلی تعجب کرد، ولی هیچی نگفتم چون اجازه هم ندارم چیزی بهش بگیم، هیچ اعتراضی نکردم. اومدم بیرون و منتظر نشستم و کلا اومدم باش صحبت کردم. اومدم وکیلم گفتش که فقط برای این دفعه بود، گفته که تو دفعه دیگه میتونی بیای. دفعه بعد که من رفتم روز حمید نوری ساعت 9 صبح اومدم با عجله برم وارد شم، نگهبان به من میگه که تو حق نداری بری تو، قاضی گفته که تو حق نداری بری تو. و من خیلی ناراحت شدم. نظر من این رفتار که تبعیض آمیز هست، ولی تحقیر آمیز هم هست. من احساس میکنم من چون یک زنم و من مدافعی ندارم، اون آقای مجاهد مدافع داره، وکیلش کنت لوئیس، به کنت لوئیس چیزی نمیتونه بگه، به اون آقای مجاهد چون وکیلش کنت لوئیس نمیتونه چیزی بگه، من یک زنی هم که کسی هم ندارم. در نتیجه اون میتونه به من این حرکات رو بکنه، این رفتار تحقیرآمیز رو من بکنه. و من واقعا فکر میکنم که یک رفتار تبعیض‌آمیز، ولی حالا اون مهم نیست، چون اون به هر صورت قاضی من متوجه میشم، اون باید نظم جلسه رو رعایت کنه و اگر فکر کنه که چیزی نظم جلسه رو به هم میزنه، به هر صورت تصمیم بگیره و تصمیمش این بوده. ولی من بیام بخوام وارد سالن اصلی که حقم بشم، بعد نگهبان به من بگه تو حق نداری بگی، حتی وکیلم اومد بیرون، وکیلم گفت خودت بیا تو، گفتم این اجازه نمیده، گفت مگه میشه، یعنی حتی وکیلم رو هم خبر نکرده بود. یعنی اون چه رفتاریه که با من شده؟ من واقعا ناراحتم از این رفتار. مسئله این نیست، حالا من رفتم تو سالن فرعی نشستم، سالن شماره 6، که من تنها شاکی این پرونده هستم که تو اون سالن نشستم و اصلا نمیدونم که چرا این کار کرده. امروز به من گفت چون تو تابلو دستت بود، وقتی به من گفت تابلو برنده، من دیگه تابلو برنداشم، گفت چون آب برداشتی، وقتی آب برداشتیم من و صدیقه حمید نوری اومد و به ما گفت کثافت ها، با صدایی که قشنگ شنیده میشد. این دفعه سومی بود که به من میگفت کثافت، ولی این دفعه یک جوری گفت که شنیده میشد و قاضی گفت دیگه آب برنداری. و اون روز خیلی با من دعوا گرفت و از حمید نوری عذرخواهی کرد و من به قاضی گفتم این به ما گفته کثافت ها، اما اون هیچ ترتیب اثری نداد. من گفت تو حق نداری حرف بزنی، تو حق نداری با من حرف بزنی، اگه دفعه دیگه حرف بزنی تو رو بیرون میکنم. و حالا چون من لبخند زدم، منو بیرون کرده و من خوب متوجه میشم حالا این کسی میتونه اون گرفته، من کارش نمیتونم کنم. ولی من به نحوهی که به من اعلام شده به نظرم خیلی زشت و تحت رام شده. من وکیل داشتم، میتونست به وکیلم بگه و من اومدم اینجا بسیار عصبانی شدم که من چرا باید به اینجا برسم. من به اندازه کافی ناراحتم، خیلی ساده نیست تو بشینی کوریدور مرد رو ببینی، تو بشینی این حرفا رو بشنوی، خیلی سخته.
دیدن حمیده میگه خیلی سخته، ولی من تحمل کنم از خود من به من میگه کسافت ها به من میگه که برادرتون به درک پاسه شد، به صدیق حاج محسن گفته وقتی که بعد از شهادت من صدیق رفته آب برداره گفته اینا به درک پاسه شد، اینا رو به ما گفته و ما سکوت کردیم و اینطور رفتار بشه با من، خب من خیلی ناراحت میشم. خیلی متاسفم از این تجربه که داشتید خانم بازرگان. روزم گفتم گفتم چقدر از زندگی به اندازه کافی میکشیم، چرا باید یک همچین اتفاقی بیفته؟ الان یک روز و نیم از در واقع شهادت حمید نوری میگذره، اون چیزی که شما تا به حال شنیدید چه برداشتی ازش دارید؟ والا من دیدم که خیلی همه شداره دیگه بوده و همونطور که قبلا هم با شما صحبت کردیم واقعا این باری که نمایش رو داره اجرا میکنه که در اون نقش یک لون فنلونده رو بازی میکنه. به نظر من این نماینده جمهوری اسلامی دقیقا متاسفانه میخواد خودش رو نماینده مردم ایران نشون بده. من از همینجا میگم به هیچ عنوان این مرد نماینده مردم ایران نیست، این مرد متهم به جنایت، متهم به جنایت علیه بشریت و اون مردم ایران رو نماینده نمیکنه. اون نماینده جمهوری اسلامی یک لومپن بوده است که اونجا شما گفتین واقعا میخواد کمدی رو اجرا کنه ولی گروتسک شده، واقعا ترسناک اونچه که اون اجرا میکنه و این دروغ‌هایی که میگه واقعا ناراحت کننده است و انکار میکنه. میدونین انکار جنایتی رو انکار میکنه که مقامات جمهوری اسلامی قبول کردن و بهش میبالن، افتخار میکنن. رئیسی خودش تو سخنرانیش گفت که اینها داعشی بودن ما کشتیم و حالا این انکار میکنه، میگه که نه همچین جنایتی اتفاق نیفتاده، اینها اصلا زندانی بودن. امروز میگفت استعلام کنید. اتفاقا من در دادگاه گفتم که رژیم جمهوری اسلامی رژیم فاشیستیه. به خاطر چی این رو گفتم؟ به خاطر اینکه مرتب از من مدرک میخواستن و میگفتن خب چه روزی این دستگیر شده، خب ما باید این مدرک از من مدرک نمیخواستن، به من از من میخواستن چه روزی دستگیر شده. روزی که دستگیر شده سال 1361 بوده و ما نمیدونیم از خونه خارج شده دیگه برنگشته. برگشت به من گفته که خب شما از کجا میدونید از خونه خارج شده؟ که من گفتم من خودم با گوش خودم شنیدم، چون من همیشه دنبال برادرم میرفتم. برادر من برای من یعنی یک کلیشه هست که میگن که برادر بزرگتر تو ایران یک کلیشه است، برادر بزرگتر برات واقعا حکم یک سرمشق و الگو همه چی رو داشت. برای من برادرم این حکم رو داشت، برادرم میشن بعد و من همیشه دنبالش بودم. اینا این تلفن زنگ خورد، اون گوشی رو برداشت، گفت آقا خبری ازت نبود. و خیلی وقت خبری ازت نبود، این آقا یکی از در واقع از اعضای تشکیلات بود که به خاطر اینکه زیر شکنجه نتونه سوء تحمل کنه میشن رو لو داده بود و گفته بودن که قرار در خیابان ملا صدرا باهاش بذار، قرار گذاشت و رفت بیرون. رفت بیرون به من گفت که میرم دوستم رو ببینم، رفت نیومد. ولی مادرم خیلی ناراحت شد، مادرم شب نخوابید، مادرم مرتب به ما میگفتش که یه اتفاق بدی افتاده، 22 سال این بچه زندگی کرده، یک بار نذاشته من نگران شب بخوابم، اگر این شب نمیومد حتما خبر میداد، پس حتما یه اتفاق بدی افتاده که نیومده. وقتی من این تیکر رو یادم رفت به دادگاه بگم، ولی دادگاه همش از من میپرسید چه روزی بود، شما از کجا فهمیدید؟ منم گفتم که ما با رژیم فاشیستی طرفیم که جواب نمیده، پاسخگو نیست. رژیم باید وقتی که بیژن رو دستگیر کردن برگه بازداشت به ما میداد، نداد. بعد از اینکه اعدام کردن گفتیم برگه بدیم که اعدام کردیم، نداد. ما هم گفتیم گفتن شناسنامهشو بیاریم که باطل کنیم، ما هم گفتیم ما شناسنامه رو نمیدیم، شما باید برگه بدیم که اعدام کنیم، که اعدام کردیم. گفتن که نه ما برگه نمیدیم که اعدام کردیم. و بعد از سال 1388 که پدرم فوت شد ما مجبور شدیم که بریم، با یک وکیل رفتیم که از اعضای خانواده‌ام بود، به خاطر همین اون اومد و اون رفت زندان رویم و گفتش که یک برگه بدین که اعدام کنین. گفتن به هیچ وجه نمیدیم. گفت خب حالا اگه که این برگه رو یه برگه بدین که بازداشتش کردین، نه فقط اینو که باید بدین. بعد اینا یک برگه دادن که بالاش نوشته کامپیوتر مراجعین، نه امضا داره، نه اسم زندان نوشته، نه مهر داره، نه مشخص از کجا گرفته. دو تا شعبه دادیاری نوشته، دو تا تاریخ نوشته که مرداد 1361 اولین تاریخ، بعد دی ماه 1362 هستش، اصلا ما مشخص نیست تاریخ بازداشت، دو تا تاریخ بازداشت داره، آخه چطور ممکنه همچین چیزی؟ به هر صورت اینا یک برگه میدادن که این برگه رو دادگاه نتونست بهش استناد کنه.
چون که نمور داره نمیسا و حالا این آقای که متهم به جنایت نشسته به ما میگه برگه استعلام شما گرفتین. خب شما مگه برگه استعلام دادین؟ شما یک جنایت، یک رژیم فاشیستی هستین که برگه نمیدین دست کسی که جنایت میکنین و پاسخگو نیستین. خب معلومه این میشینه یه همچین ادعایی رو میکنه. خب من خیلی دردناک این ادعا رو میشنوم. الان میگه هیچ کدوم از این زندانیا رو نمیشناسه، هیچ کدوم گفت من نمیشناسم، و در صورتی که تمام مدت ادعا کرده که خیلی باهوش بوده، حافظه خیلی خوبی داشته، همه این زندانیا رو به اسم میشناخته. پس چطور ممکنه این بچه ها رو نشناسه؟ میاد اسمشون رو میگه ولی میگه من ندیدم اینا رو. حتی جرأت اگر اون پسری که اسم بردن پسر همسایه هستش و خواهد اومد در 13 دسامبر آقای اسمش درکشیده، رحمت رحمان درکشیده، رحمان درکشیده، بله رحمان درکشیده 13 دسامبر خواهد اومد و خواهد گفت که ایشون همسایه حمیده نوری بوده و این رو در زندان دیده و سال 62 هم دیده، در همین اوین دیده احتمالا، البته مطمئن نیستم. ولی به هر صورت این رو که نمیتونه انکار کنه، ولی با این وجود انکار میکنه. بعد اینکه سازمان مجاهدین رو ما میگیم مرافقینشون دروغگو هستن و این تمام مدت دروغ گفته، دروغای به این بزرگی گفته، گفته با این بچه‌ها خوشرفتاری کنه، یعنی تمام این ساعت‌ها دروغ گفت و حالا میگه سازمان مجاهدین دروغگو. تو چه دروغگوتری؟ تو چه بدتری از اینها؟ میدونم که تجربه سختی است به عنوان کسی که داغ دیده شنیدن این صحبت‌ها که مطرح میشه. او اشاره‌ای هم کرد به آنچه که از اعدام شدگان به جا مانده و در حالا بستگان اونها ارائه کردند، اگر ساک بوده یا تصویر بوده یا در واقع وسایل شخصی بوده. شما همین مورد رو دارید، هم میخوام که بشنوم نسبت شما با این باز اشیای بازمانده از برادرتون چیه و هم این که این شنیدن این جمله ها چه تأثیری بر شما میذاره. من تو بازجویی من گفتم که خیلی تکان دهنده بود برای ما که یک انسان رو گرفتن و یک ساک به پدرم دادن. آذر ماه، اتفاقا امروز که چهارم آذره، از ساک برادرهای بهکیشو دادن و اونجا ما خیلی شوکه شدیم. یعنی مامانم وقتی ساک اونها رو دادن گفتش که اینا هم بنده برادرم بودن، گفتش که اگر که محمود و محمد علی رو کشتن پس جن رو هم کشتن. و فکر مادر بهکیش ما رو خیلی دلداری میداد وقتی بودیم برای مراسمشون، هی میگفت نه نکشتن بیژن رو، نکشتن اینا، ولی ما میگفتیم حتما کشتن. و فکر کنید ما چه برزخی رو، چه دوزخی رو، چه وحشتناکی رو تحمل کردیم از مرداد ما که از این بچه خبر نداشتیم. ممنون ملاقات شد. مامانم هر دو هفته یک بار میرفت پول میداد، پول رو میگرفتن، این پولا رو از بچه خانواده ها گرفتن و بچه که بچه ها اعدام شده بودن نگفتن. و مامانم خیلی نگران بود، دیگه مرتب میرفت و بالاخره در 13 آذر به مادرم گفتن، یک تیپ کاغذ دادن، گفتن پدرش به درب اطلاعات اوین روز 15 آذر ساعت 4:30 بعد از ظهر چیز کنه مراجعه. به هر صورت گفتن که اونجا مراجعه کنه. پدرم رفت، در واقع پدرم رو میخواستن یه حالت بازجویی داشت، میخواستن بترسوننش و پدرم گفتش، گفتن که پسرت مرتد بود. پدرم گفت چرا کشتی؟ گفتن پدرت، پدرم گفتن که پدرم گفتن پسرت رو کشتیم. پدرم گفت چرا کشتیم؟ گفت پسرت مرتد بود، ما کشتیمش. گفت خب پس پیکرش چی میشه؟ گفتن که پیکرش رو هم نمیدیم، جاش تو جهنمه، شما حق ندارید که مراسم بگیریم. پدرم گفت ما برسان مراسم میگیریم. گفتن که مراسم تو مسجد حق ندارید بگیریم، مراسم رسمی اجازه نداریم بگیریم و گرنه ما برخورد میکنیم اگر مراسم بگیریم. و خب برای ما خیلی دردناک بود، ما همینجور منتظر بودیم. پدرم اومد وارد که شد، من سهرش وقت دارم نمیره، پدرم نشست رو زمین با این سال کنارش، یعنی یه حالتی افتاد اصلا. و بعد ما خیلی ناراحت بودیم. و خب به هر صورت الان یکی از بچه ها گفتش که برگشت، گفتش که یکی از خب این پیراهن یوسف که نبود توی این ساک، ولی برای ما این پیراهن یوسف بود برای ما توی اون ساک. ولی متاسفانه اونم نصیبمون نشد، حتی ساک هم مال برادرم نبود، همبندی ها همین چیز رو یادگاری گرفته بودن. در نتیجه نه اون ساک مال بیژن بود، نه اون ساعت، نه اون یه پیراهنی که اونجا بود. به هر صورت ما چیزی رو هم نگرفتیم از بیژن. متاسفانه ما برای اون ساعت بیژن خیلی مهم بود، چون که
پیشنگ نزد خاص باشه. برای من اصلا من برام میگم حالا الگو بود ولی هیچ وقت نتونستم اسمم بشم. صبح پا میشد میگفت از می نویش از 8 تا 10 صبح مطالعه میکنم، 10 تا 10 و نیم استراحت میکنم، 10 و نیم تا 12 قشنگ کاغذاشم داریم و می نشست. من حالا عکسش هم میتونم بهتون نشون بدم. ببینید می نشست خیلی ریز از این کاغذا، از این کتابا یادداشت برمی‌داشت و اون یادداشت رو ما هنوز داریم و این برای من خیلی جالب بود و من همیشه آرزو داشتم که منم یک همچین نظمی داشته باشم، صبح باشم بگم من این کار میکنم میکنم، ولی اصلا من درست برعکس هیچ نظمی در زندگی ندارم، نمیتونم اینجوری نظم آهنگ داشتن چون برای اون ساعت خیلی مهم بود. بعد اینو مینوشت، این کاغذ میذاشت جلوش، ساعت رو هم میذاشت جلوش، این ساعتش مچیشو باز میکرد، ساعت همیشه تو دستش بود، وقتی که مینوشت این کاغذ ساعت مچی جلوش بود و این کار رو از روی ساعت انجام میداد. و گفتم که کلا در زندگیش هیچ وقت دنبال تفریح نبود، در زندگیش فقط دنبال مطالعه و شطرنج و اینها بوده. شباق برای پدر من معلم بود و یه سختگیری خاصی داشت و این یعنی به این در واقع چی میگن گل سرسبد خانواده ما بود، برگزیده پدرم بود، اون چی که پدرم میخواست در واقع این انجام داد. ولی وقتی که من گفتم در واقع انقلاب طوری شد که یک نسل طغیانگر به معنای که واقعا از من آلبرت کامو میگه ربل، اینها بر ضد در واقع پدرسالاری، بر ضد استبداد شاه خیلی مهمه که این متاسفانه گفتمان عوض شده و متوجه نمیشن که این نسل یک نسل آرمانخواه بود، عاشق ایران بود. برادر من واقعا عاشق ایران بود، مجبور نبود برگرده. پدر من شدیدا مخالف بود، گفت اگر برگردی خونه رات نمیدم، اگر دانشگاه قبول نشی خونه رات نمیدم. مادرم ولی خوشحال بود که برگرده، شب قبل از کنکور برگشت، مادرم تمام کارا رو کرد که این کنکور بده، امشب اومد فردا رفت کنکور داد و دانشگاه قبول شد. و ولی میخواست همیشه پزشکی بخونه و گفت نه من دیگه پزشکی نمیخونم، من نمیخوام. و در واقع این یه عصیانی کرد بر ضد پدرم، بر ضد شاه، بر ضد خمینی. اینها نسل عصیانگر بودن که استبداد رو بر نمیتابیدن. و وقتی که این سال 60 دیدن که خمینی داره یک مستبد میشه، اینها با تمام جونشون طغیان کردن. یعنی وقتی انقلاب فرهنگی شد، پدرم به برادرم گفتش که من هر جا که بخوای تو رو میفرستم، هر جا که انتخاب، اگر که انگلیس دوست نداری میگی استعمارگر، میگم انگلیس، میفرستم هند، میفرستم سوئد. گفت نه من باید تو ایران بمونم. واقعا اعتقادشون گفت من باید به این مردم خدمت کنم و قصدش خدمت بود. و چیزی که در داور اینه که بعد از این همه جانفشانی، این نسل داره در واقع، این نسل اون جانفشانی که حساب نمیشه، اون آرمان که در واقع به حساب نمیاد، دارن اینا همش برای این آرمانخواهی سرزنش میشن. و بعد هم که وضع ایران اینطوری شده، وضع ایران خیلی بد شده، خیلی وحشتناک شده و همه دارن از ایران میرن، درست برعکس اون که همه ما هم از ایران رفتیم. خیلی من یه 10 سال موندم، من گفتم من باید بمونم توی ایران، برادرم نمیخواست ایران رو ترک کنیم، ولی دیگه دیدم کارش نمیشه کرد، نمیتونم تحمل کنم. مادرم گفت من اینجوری شوهر رو نمیتونم تحمل کنم، یه اون استبداد خیلی سخت تحملش. من شرمنده ام، شرمنده مردم میدونم که من هیچ کاری نتونستیم بکنیم. و این دردآوره، دردناک قضیه اینه، خیلی دردآوره که این خونها به هر صورت. من امیدوارم، باید امید رو از دست نباید داد، ولی به هر صورت خیلی دردناکه که وضعیت ایران اینطوری شده. خیلی ممنون از شما لاله بازرگان که در این گفتگو شرکت کردید. متشکرم.